نمیشه گفت. بگو چی بگم. من سر کار بعضی موقع اتفاقایی که پیش میاد میم درست میکنم. حالا این میمایی که هست روش مثلا تکست های مختلف میذارم میفرستم، خیلی باحاله. مثلا بهم گفتن که پلیز استاپ ایت، جو کارو تغییر میده. یه میم باحال ما روز سر کار فرستادیم، قدیمی هم هست، یه ماشینه بود بعد پلاکش رو عوض کرده بود، یه دونه دستور دیتابیسی نوشته بود که کل تیبل مثلا ماشینا رو دیلیت کنه. بعد اینا اینجوری که تو خیابون ازت عکس میگیرن، عکسو که آدم نمیاد چیز کنه، کامپیوتر پردازش میکنه. بعد مثلا اینجوریه که احتمالاً میره یه در واقع یه کوئری میزنه به دیتابیس، اون پلاک رو اکستراکت میکنه از دیتابیس، بعد اون کوئری هر چیزی میتونه باشه. بعد این پلاک رو عوض کرده کوئری که مثلا دیلیت کن تیبل رو گذاشته بود. خنده داره. بعد مثلا ممکنه رو ران شه. ران که نمیشه. خیلی قشنگ. نه باحال بود. ولی چقدر پلاک بزرگی بود؟ بول کل سپر رو گرفت. آها یعنی فیک بود. دیلیت تیبل مثلا فلان کامل شو که حالا دوربینه منو بگیرن. حالا در ادامه حرف کارون، هفته پیش ما با کارون از اینجا رفتیم. بله من کارون به من راید داد. بعد تورا سرعتت خوب بود، یعنی غیر قانونی نمی‌رفتی. آره یه ذره شاید بیشتر. آره. بعد ما داشتیم اوکی می‌رفتیم، مثلا یادم رفت مشغول صحبت و اینا بودیم، یه بی ام وی سفید را از کنار ما انداخت و فرزوار یه معکوس کشید و صفر رفت. منم زیر چشی گفتم راحت 30-40 تا بالای سرعت بود. باریکن تو اتوبان؟ نه اتوبان نبود، از اتوبان خارج شد. خارج شد. آره اگزیت بود، خروجی بود. من همیشه چشم داره دنبال پلیس. دستت داشبورد بگیر، بگیر ماشین. آره گفتم کارون پلیس رو فکر کنم ما داریم تو میریم، مثلا ما 10 تا بالاتر شاید میرفتیم. بعد پلیس اومد بی ام وی رو چش تو چش شد باهاش، اینطوری کرد فقط. خیلی سرعتش زیاد بود. آره 100 تا رو داشت. آره تو جایی که مثلا 50 تا. 50 بچی. خب تموم شد. آره پلیس فقط اینجوری کرد و اونو رد کرد، بعد پشتی منو گرفت که سرعتش احتمالا از اونم کمتر. آره. نمیدونم چرا اون رو ما یه دفعه بود، نه با کی تو ماشین بودیم، از کلان یه پلیسه، یعنی که لیزرگان دارن، این دیر ما رو دید دیگه نیومد، فقط اینجوری کرد. او بیشور آدم باش، یارو 100% ایرانی بود. این حرکت قشنگ مختص ایرانی هست دیگه. دیدی بعضی از حرکت ها مختص ایرانی هست. چند روز پیش داشتم به چی فکر میکردم که یه سری کارهایی که انجام میدیم که مختص ایرانی هاست در رابطه غذا خوردن، ما رو همه چی کچاپ میزنیم، چیزایی که نباید. رو استیک کچاپ میزنیم، رو ماکارونی کچاپ میزنیم. چی رو استیک کچاپ میزنیم؟ هممون نه ولی داریم کسانی خیلی زیاده. رو سیب زمینی های کنار استیک شاید بزنیم. اون که خود چه میدونم روی پیتزا کچاپ میزنی. آره پیتزا رو یه بار من خیلی مسخره کردم، من بچه بودم فهمیدم که این ور یعنی تو رو مسخره کردن و پسرخاله‌ها از فرانسه اومده بودن. بعد این چه رو پیتزا کیت کچاپ گفتم یه برو بابا. پیتزا مخصوصایی که تو ایران میزنن باید بعد که ما زدیم اینا عادت کرده بودن اونجا هم میزدن. ماکارونی، ماکارونی مثلا شما سال کچاپ زدین به ماکارونی. آره دیگه این خیلی عجیبه، مثلا این رفت این کچاپ ما رو همه چی میزنیم، خیلی عادت بدی شده. من وقتی که میرفتیم سر تو آفیس کار میکردیم داشتم میگم دیگه چی و همه جا سم سیب زمینی های چیز سرخ کرده، نه چیپس، چیپس اینجایی هیچ که کچاپ نمیزنیم. فرایز آره. تو ایران نه فرایز نه چیپس چیپس پفک چیپس چیپس بابا اسم چیپس اونم روش میزنه. ایران نزدین شما ها. چرا من زدم و تمام این ساندویچی ها یارو بر میداشت اینه سسمال میکرد رو چیپسه تورد. آره. خچ خچ میکنه. آره. مزمز. آره. تبلیغ خچ خچ. البته تبلیغ نباشه ولی مزمز اگه میخواییم ما رسپانسر کنیم میتونی به ایمیل ما info@khodcast.com مسیج بزن. من از این سوسای کوچیک گرفته بودم تو کشوه کنار میزم بود همیشه سر کار، بعد از مغازه ها مثلا هر سری میرفتم دوستا برم داشتم که اونجا باشه اگه ماکارونی یه چیزی میبرم بریم. او هنوز میزنی؟ آره. بعد سر کار هر سری هر سری ما رو بوله میکردن که چرا کچاپ داری میزنی روی این غذا روی اون غذا دیگه. کمش کردم خیلی سر کار. خیلی بسید ناسالمیه نزنی کچاپ. قبلا هم میگفتم جوش میزنه بهتون کچاپ. کچاپ تو دوران که ما راه نمایی بودیم آقای کچاپی
آی فرزادی.